آوار بمب‌های فسفر سفید روی سر مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی فقط به 40 روز گذشته و آغاز عملیات طوفان الاقصا بر نمی‌گردد. دست کم از چندین سال قبل وضوح ناگهانی دود سفید رنگی که بعد از انفجار به شکل خوشه آویزان در میانه آسمان غزه خوش رقصی می کند، خبر از استفاده از ماده سمی می دهد که فلز را نابود می کند. اما دیدبان حقوق بشر سازمان ملل که در طول 1.5 ماه گذشته در حال بررسی شواهدی مبنی بر استفاده صهیونیست ها از این بمب بود، بالاخره توانست گلوله های توپخانه فسفر سفید را در مناطق پر جمعیت غیر نظامی غزه جمع‌آوری کند. این سازمان تصاویر ثبت شده برخی عکاسان در میدان جنگ را نیز در لیست این شواهد قرار دادند. فیلم ها و عکس های تایید شده توسط آزمایشگاه شواهد بحران این سازمان نشان می دهد که صهیونیست ها از 7 اکتبر برای بمباران غزه از فسفر سفید استفاده می کنند. در میان شواهد جمع آوری شده عکسی از گلوله های توپخانه ای با برچسب D528 به عنوان کد شناسایی وزارت دفاع آمریکا وجود دارد که از آن کد برای مهمات دارای فسفر سفید استفاده می شود. تصاویری که مصطفی خاروف عکاس آناتولی در 9 اکتبر گرفته است. در تصاویر این خبرگزاری شواهدی نیز از روزهای 10 و 11 اکتبر وجود دارد، زمانی که فسفر سفید در آسمان غزه منفجر شده است. این گروه حقوق بشری در حالی که 5 شنبه 18 آبان استفاده صهیونیست‌ها از مهمات فسفر سفید را از طریق مصاحبه‌ها و ویدیوهایی که آن را به وضوح نشان می‌دادند تایید کرد، اما ارتش رژیم صهیونیستی جمعه 19 آبان اظهارات دیدبان حقوق بشر را تکذیب و در بیانیه اعلام کرد اتهام فعلی علیه ارتش اسرائیل مبنی بر استفاده از فسفر سفید در غزه بی تردید نادرست است. استفاده از بمب فسفر سفید که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی در مناطق مسکونی ممنوع است، می تواند زخم‌های ناگهانی در ریه ایجاد کند و در صورت استنشاق باعث خفگی انسان شود. دود این فسفر می تواند پوست را تا استخوان بسوزاند و مواد شیمیایی آن توسط بدن جذب شوند، اتفاقی که به مرور باعث اختلال در عملکرد چندین اندام از جمله کبد، کلیه ها و قلب می شود. دودی اغلب بیرنگ، سفید یا زرد رنگ که بویی شبیه به سیر دارد. با وجود همه این آسیب‌ها، استفاده از فسفر سفید از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی به طور کلی منع نشده و آنها این بمب را یک سلاح محترقه نمی‌دانند، بلکه آن را مهماتی چند منظوره قلمداد کردند و بر اساس پروتکل 3 کنوانسیون 1980 سوختگی یا جراحات ناشی از فسفر سفید را به عنوان اثرات اتفاقی در نظر گرفتند. اگرچه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی پروتکل 3 را امضا کرده اند، اما استدلال می کنند که استفاده از فسفر سفید مطابق مقررات بین المللی است. حتی رژیم صهیونیستی در دستورالعمل راهنمای قواعد جنگی خود آورده فسفر هیچ تفاوتی با واکنش بنزین به کبریت روشن ندارد و چیزی که آن را از سلاح‌های شیمیایی متمایز می‌کند واکنش آن است که علیه فیزیولوژی انسان شناخته نمی‌شود. این در حالی است که سوختگی‌های ناشی از موادی مانند بنزین برخلاف سوختگی‌های ناشی از فسفر سفید اگر ناحیه کوچکی از بدن را بپوشاند کشنده نیست.